سلام علی جان. سلام. بیدار شد. بگشایید درها را، بجنبانید سرها را، از چپ به راست، از راست به چپ، یساور و قلاور. خورشید تابان شد، شهر گلباران شد، وقت وقت دیدار شد، قبله عالم بیدار شد. خاص تراش باشی بیاید؟ بماند. قصد حمام است؟ نه، روانش کنید برود. سواری خبر میکنید؟ خیر. عزم شکار است؟ خیر. قربان خاک پای جواهر آسای مبارکت شوم، تصدقت شوم. بفرمایید چه میفرمایید؟ با ملیجاک میمانیم. غلام درش شور میزند. یک کلام بفرمایید که سارتی نیست. غلام آب میشود میرود به زمین. الحمدلله رب العالمین. این پدر سوخته. قربان دهان مبارکتان شوم. تصدقت، تصدقت. ببندید درها را، بدزدید سرها را، نتابید آفتاب هنوز، آرام نوکرها، شب است نروز. بی صدا، نوک پا، نوک پا، سلطان خواب است، بیدار نیست، آسوده باشید، قبله عالم بیمار نیست. امروز همون روز است، روز قرن، روز نفس، روز گره، روز کشایش، روز آخر، روز سالهای دیگر. منجم باشی پیر سالیان پیش راز این روز را گفته بود. روز پنج شنبه 12 ذی‌قعده 1313 که امروز باشد. امروز قرنی در طالع من است که اگر به سلامت بگذرد، اگر بگذرد، گرچه باز نوش و نیش در پیش است، 50 سال دیگر سلطنت در پیش است. باشید. زبانم لا شاید قرن افتادن همین چلچراغ لعنتی باشد. صدر اعظم و نظم الدوله در دربخانه هستند. چه بی خود هستند. خیلی نزدیک به در، پشت در. یکی یکی بیایند، زود بیایند، زود بروند. روزتان خیر باشد. چه نیت دارید؟ حال و دماغ جماعت نداریم. قصدمان نقاشی است از ملیجک. این از اقبال نقش است که نقاش شما باشید. چه میکنید امروز؟ غلام در تدارک جشن است. بگویید انشاءالله. شهر در امن و امان. بیشتر مراقب باشید امروز، همه جا و همه کس را. خبری شده، گزارشی رسیده. به آدم ها مواجب داده اید؟ درست روز اول برج. پیشتاب از کجا به دست آمده؟ یکی از آدم های نظم الدوله جلو گذاشته پیش یه نفر یهودی. پرسیدم چرا این کار خلاف را کرده ای؟ گفت 3 ماه هست مواجبم پس افتاده،
میگفت بعضی ها مواجب یک ساله طلبکارن. با این حساب ما بقیه آدم ها باید تنبانشان که رو رفته باشد. با این نظم و دوله و نظمیه وضع نظم شهر کاملا پیداست. خدا پدر مردم را بیامرزد که حال و حوصله بی نظمی ندارم. قربان پاپوش است، تفتین کردند. به سر مبارک قسم خیلی ها چشم دیدن مرا ندارند. فقط این است که زبانم لال مرا از چشم قبله عالم بیاندازند. سفارش کن اتصالا برایت خبر بیاورند. تا شب خانه نرو. زم بدانم تا صبح میمانم. روزش به ما برس، شب پیش کش ایالت. برایید. مرخص میفرمایید؟ برو لای دست پدرت. از داخل کلیدها پریشال من. خدا از این پدر سوخته ها نگذرد. پیداست در باب این نقاشی چه مهملات میگویند. به خدا که الان همه گوش تا گوش نشستن و سر صبر دارن غیبت ما را میکنن. این غیبت کردن هم لذت غریبی دارد. حقیقتاً اعتیاد آور است. ما که چند وقت است خمار یک غیبت حسابی هستیم. امروز روز غیبت بود. ما پشت سر تمام دنیا حرف زدیم. جز خودمان کسی دیگری نمانده. چرا رنگت پریده؟ لازم نیست همه بدانند. هر کسی تو را با این حال ببیند دو به شک می شود. خودت را کاملا باختی. حقیقتا ترسیدم. به سقف سیاه منجم باشی لعنت توف بریشش. وقت لعنت نیست. خدا بزرگ. همه چیز در ید قدرت اوست. باقی نقش است. الله. اگر قدرت هم می گویند قدرت اوست. این بلا اگر از آسمان نیاید زمین در دست ماست. روسیه هم تا قصر خیلی فاصله دارد. من مثل موش به همه جا سر کشیدم. همه چیز مثل دیروزه. حکیم باشی هم آمده. خبرش کردم. پیش خود خبر کردم اگر کسالتی باشد چاره می کند. چاره در دست باشد. حکیم هم وسیله. دلم نشکرد. بپرسد. دل آدم قرص‌تر می شود. زود بیاید، زود برود. امتنا کمانتله و موسیه تلوزان. قبله عالم، سلطان قدر قدرت در نهایت صحت و سلامت. نبز نبز معتدل. دهان بوی دهان چوبوی هل. زبان بیبار. رنگ رخسار چون گل انار. مقصیر بکن. زیاد فرمایش نیست. برویم سر کار خودمان، نقاشی. چل چراغ نه. خدا رحم کرد ملی جان.
اینجا بشین، رو به من بشین مالی جان. صدر اعظم حقیقتاً چه می کند؟ سر گوشی آب دادم، در تدارک جشن است. تشریفات جشن سال پنجاهم سلطان قدر قدرت قوی شوکت بدین قرار معمول می شود. هفت شب هر شب در یکی از نقاط مفصله ذیل انشاءالله تعالی آتش بازی خواهد شد. آتش بازی چه عشقی داره. در تمام شهر بازارها و کاروانسراها و دکاکین چراغان خواهد شد. به شادی نقل و سکه و گل میریزم. به شادی به شادی به شادی. حالا مراسم و تفصیل روزها. طبقات مفصله از 6 ساعت به غروب مانده متدرجن با البسه رسمیه شرفیاب خاکپای جواهرآسای مبارک شده و به عموم اشخاصی که در این روز شرفیاب میشوند به هر یک از خواص و چاکران یک قطعه مدال به یادگار این جشن فرخنده مرحمت خواهد شد. صاحب منصبان نظامی و غیر نظامی، ارباب قلم از کشوری و لشکری، شاگردان مدرسه دارالفنون و مدرسه نظامی ناصری، برچشم بد لعنت بشمال. آقایان آقایان میرزا حسن خان، روز پنجم 6 ساعت به غروب آفتاب مانده در میدان مشق. کدام میدان مشق؟ یک میدان مشق که بیشتر نداریم. آقا روز پنجم 6 ساعت به غروب آفتاب مانده در میدان مشق تمام قشن از توپخانه و غورخانه و عبدالخانه افواج و سواره حاضر شده به ترتیبات نظامی مترتب خواهند گردید. قدم رو، نظام جمع، پیشفنگ، پافنگ، نیایش، کلاغ‌پر و مشق نظامی. روز ششم در دوشان تپه اسب دوانی خواهد بود که برای حفظ نظم، چرخ‌بندی و برد و باخت نقدی موقوف است. در این ایام همه روزه در دیوانخانه تخت مرمر انواع موزیک‌های نظامی و غیر نظامی و ضربی توسط موزیکچیان مترنم خواهد بود. جشن بزرگانه این شرم مبارکش با جشن بزرگانه این شرم مبارکش با تن فرم کندنگه آقایان نمایندگان صاحب منصبان سروران ریش سفیدان وابستگان هم کرسیان خوددار باشید. باور کنید من از فرط شعف فشار خونم بالا آمده. حکیم باشی را خبر میکنم در اتاق مجاور زالو میاندازم. جناب اشیک آقاسی باشی؟ بله قربان. وزیر تشریفات صورت اسامی کر دیپلماتیک را که در شام 23 ذی‌قعده در دربخانه دعوت دارند خواهند خواند. بله بله شما بخوانید علی جان. بخوانید علی خان. عبد امان خدا. بفرمایید. آقای شما بفرمایید. میکنم. حکیم باشی را خبر کنید. بلا دوره بابا چه شده؟ فشار خونم بالا اومده. افندالک از زیادی خونه. سفارت عثمانی به روسا بر میخوره آقا. روسا به درک آقا. فکر انگلیس ها رو بکنید که چقدر مبادی آداب هستن. نوکر انگلیس جیر خار روس ای بیگان پرست وطن فروش راهی که درد و بلای وزیر مختار روس بخوره تو سر سفیر انگلیس. مال انگلیس بخوره تو سر مال روس. آقایان بی ادب. آقایان آقایان هم کرسیان من نور چشمان عزیز من هم مسلکان منور الفکر من. من که جسارت نکردم آقا. عرض بنده این است که دشمن تراشی نفهمید از تشرف. بله عرض بندم این است که دوستان را نرنجانید. دوستان شما رو یا دوستان ایرانو؟ دوستان رو دیگه قربان دوستان. بله اتانسیون اتانسیون موسیا دلماسیا اتانسیون اتانسیون. من که چیز نگفتم اتانسیون چی؟ میبخشید قربان مثل این که میباید به فارسی عرض میکردم. بله به فارسی بگید. بله
گرچه این روزها فرانسه و فارسی دارد یکی می شود، ولی به علت حضور بعضی از متعصبین کور باطن، عشاق سین چاک آفتاب لگن و پرد قلمکار و اتاق پنجدری که از صبح تا غروب لاف حب الوطن می زنند به فارسی عرض می کنم. جناب وزیر قربان عنایت بفرمایین، چه ملیتی نیست در جهان به رقت قلب فرانسویان، به رأفت و الفت، شفقت و سخاوت، هرچه باشد فرانسوی ها به گردن این ملت حق دارد. پیداست که همه ملت ها به گردن این ملت حق دارن جز خود ملت. نه سفارت انگلیس. آفری آفری هورا آفری آفری آداب داشته باش مونتونه. اون ابراز احساسات این شیشکی را نازم داشت. شیشکی دوپولی آقایان آقایان سروران عالی جاهبنده، بلند اختران تابنده، آرام صدای شما زالوها را ترسانده. بفرمایید. باید سفارت انگلیس. سر مور ترام وزیر مختار و مامور فوق‌العاده انگلیس. سر مور ترام از اجزای سفارت. مسیو دکتر سکالی حکیم سفارت. میرزا زین العابدین خان منشی سفارت. میرزا یحیی خان آقا. میرزا یحیی خان. گویا نام ایشان از قلم افتاده باشه. پس مرقوم بفرمایید جناب وزیر، مرقوم بفرمایید. بده اضافه شد نام میرزا یحیی خان منشی سفارت. فقط آشپز مرقوم باشی رو دعوت نکردن. تا کور شود هر آن که نتواند دید. ندید بدید. برو انگلیس باز مردم کار. خفشید مادر خفشین. بله چشم. سفارت روس. بله بله خانم. یا طرفدار روس هم. سفارت روس. جناب مسیو اشچسک لوف شارژ دافر دولت بهیه روس. مسیو کروکروویچ آب صاحب مترجم اول سفارت روس. کربلای لئون صادق اوف رئیس و نایب رئیس انجمن حفظ نژادهای روس سفید. سفارت بخیمه فرانسه. تمام شد همین. سفارت فرانسه. نکنید آقا، با آبروی مملکت بازی نکنید. به این آسودگی مملکت رو به باد ندی. کجاست نام ستن از نام‌آوران سفارت روس؟ کجا هستن ستن از ایران دوستان روسی ایرانی صفت؟ کجاست نام موسیو ایرلومانتوف نایب دوم سفارت؟ کجاست نام آن رجال صاحب نام دولت روس؟ کجاست نام موسیو اشتیتر؟ کجاست نام موسیو بایتوشکوف توف بسته سفارت روز؟ کجاست؟ به خاطر این در باغ سبز انگلیس روس عزیز را از دست ندهید. ندهید جناب. انگار نافشو به اسم روس زدن. آقایون آقایون کلام آخر جناب وزیر. حرمت همسایه رو نگه دارید. روس‌های مهربان لب بود که دندان آمد. بله. جناب وزیر نام هر سه اضافه می شود. این دیگه اجحافه در حق انگلیس. به دل میگیرن آقا، به دل میگیرن آقا. شما یک مهمانی بدهید از دلشان در بیاورید. بنده مهمانی بدم جناب وزیر؟ بله سرکار، مگر نمیگویید که زود به دل میگیرن؟ خوب خوردی؟ اتانسیان ادب داشته با گناب طلباتا. بله آقا، همان کمانچه خودمان از فرنگی ها کجش کردن میزنه به شونشون که صدا تو بکشتم. واقعا مرحب. مرحبا مرحبا. احسن مرحبا مرحبا. صدای کمانی عالی گلی. مرسی مرسی. متشکرم. من در نهایت مروت و انصاف صورت مهمانان فرانسه را تهیه کردم. امیدوارم دستی از آستین بیرون نیاید برای شکستن دل این فرانسویان نازکتر از شیشه. فقط چهار نفر هستند. اگر جمعیت روس با فرانسه مقایسه شود، به نسبت مهمانان روس باید 100 نفر باشند. جناب امین خلوت، بخوانید. موسیو دومابرا، وزیر مختار محترم سفارت فرانسه. موسیو کونت دارلو، منشی اول سفارت. موسیو فرته، مترجم اول سفارت.
و میرزا ابراهیم خان منشی سفارت. همین و همین. موافقت شد؟ بله مسیو. من به عنوان یک ایرانی از طرف فرانسه از شما تشکر می کنم. بله. محبت و بذل عنایت شد. جناب وزیر، گرچه فرانسه کشور ثروتمندی است، ولی این احسان در حق آنها لازم بود. آقایی کردیم. آقایی کردیم. اینقدر فرانسه فرانسه نکنید آقا. اینقدر ثروت فرانسه رو به رخ ما نکشید. اگر اونجا کشور گل است، اینجا کشور گل و بلبل است. تازه ما بلبل هم داریم که فرانسوی ها ندارد. حالا میگفتید روس یک چیزی. آیان بس است. دیگر ریشش در آمد. این که نشد کار، هر کس با هر کس هست باشد. بی آبرویی هم اندازه دارد. قدری خوددار باشید. کاری نکنید آن روی سگ آقا بالا بیاید. دعوت موقوف بفرمایید. قربان به خاطر خدا سرکار شفاعت بفرمایید. من از طرف آقایان قول میدهم که هیچ گونه مشاجره و مداخله و مزاح لفظی و یدی نشود. غلط کردن قربان، بول و قایت خوردن. قبول است؟ خوردیم تمام. شاید بهتر بود من نقاش می شدم. نقاش عیاش خوشنام است و سلطان کامران بدنام. قدری شراب بیاورم. البته بردو تمام شده است. آب تربت تمام نشود. شراب فدای سرت. هرچند اگر ترس از خدا نبود، مست از دنیا رفتن هم عالمی داشت. باز که حرفای نشدار می زنید. هرچه قسمت باشد می شود. اگر قسمت نباشد، نیم شمار کبرا هم کارگر نیست. ملی، ملی جان، پدر سوخته کی هستی؟ منم قربان، کوچیک شما، کریم خان شیره ای از قربان. سر شوخی نداریم. از عاقبت امروز خبری نیست، اما هرچه هست جدی است. برو کریم، امروز حوصله‌ات را نداریم. سالیون سال ما حوصله شما را نداشتیم قربان. حالا یه رشم شما حوصله ما را نداشته باشین. این دیگر از اسرائیل هم بدتر است. خدا مرگت بده کریم. بلند شو قدمی بزن. آب میخورید؟ بیاور. بری دست من. به هر حال باید امضا کرد. به دلم نمی چسبد. چشمم را نگرفته. کار چشم گیری نیست. بیا ببین ملی جان میپسندی. حکمان نقص از نقش است. نه نه پسر جان،
نقص هیچ وقت از نقش نیست، نقص همیشه از نقاش است. وقت گذرانی بود، تمام شد. تمام شد، وقت دیگر گذشت، تمام شد، تمام شد. تا غروب کامل. چیزی نمونده، مثل افتادن سیبی از درخت. بله، یک سیب را به هوا بیندازی هزار چرخ میخورد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد، هنوز نمیشود حکمی داد. تمام شد، تمام شد، درنگ گذشت. 50 سال دیگر با هر روزش میشود کاری کرد. امشب را باید خوش گذراند، کار باشد برای روز. عملیات طرب و عملیات خلوت را خبر می کنم، دسته کریم را صدا می کنم. امشب شب بزم است، دلم را نشکنید، قبول کنید. هرچه دلت می گوید بکن، بعد از نماز قبل از شام می آیی. باشد. نمایشنامه کمیته انتقادی مراسم آشپزان در سه پرده بی پرده با شرکت به قلم زیر نظر تنظیم تدوین شعر آهنگ دکور لباس و کریم کریم شیری. نمکی کار ما بی نمکا رفتنی تو کوچه این و اونه، اگه عاقبت کار بند و زندونه. ما را به خیر، شما را به سلامه. دیگه ما حوصله بند و زندون نداریم قربان جون شما، والا دیگه ما طاقتی کشیدنی ناخون و دندون نداریم قربان. الامان سلطان خوبان، الامان. بگاهی ما را در میها برات کنید. بازی میکنید؟ بازی میکنم، خوبم بازی میکنم. ببره بیاره، ببره بیاره، ببره بیاره، ببره بیاره. ای ادا در نیار، تو در نیار. ای بس، ممکن دی خلایق ما را بدونه. شکل خودم پدر سو دلم حوث آش کرد، یه آش فرماش کرده. مراسم آشپزان را برقرار میکنیم به نام ملت و به کام ملزک. هر لبم مری شلا، یه خورده شنبلی رشته برشته دار، ما عاشق رشته دار. سرداغ و نن و داغش، گنشن و کشت نابش، اول حفا میکنن همه را کفا میکننش. مار آدم فقیر، عاش تغییر و کبیر، مار آدم فقیر، مار سفیر کبیر، سفیر انگلیسه، نخیر سفیر روشه. مطمئن با دعوا نکنید، من شد پامو میریشه. هری لبم هری، یه خود شمبری رشته برشته دار، ما عاش رشته دار. سیرداغ و نن و داغش، بنشن و کشت نابش، اول حفا میکننش، همه را کفا میکننش. آقای رو مطربان، آن حاله رو بیرد آش دیگه پخته شده، چقدر هم میزنید؟ آش حاضر قربان، بفرمید هم بزنید، تبرک بفرمید. خیلی خوبا، یا الله، بی تگوه، بجیر زیر بگلش را بانشه بد، بانشه بد، بکنکه دولا نشه بد. یکی بهتر از این که دولت آش نفذت برای ملت کامل رزبت با شادی و لذت. تا پیاله آخر بدهید به مردم، فقط یک کاسه ماسخوره بفرستید برای ملزا. یک قدح بفرستید برای قبله عالم، تبرک بفرمایند. یکی دو پیاله هم لب بلب برای آدم های صاحب نام صاحب لقب. مفتنا دوله، مادم به خود دوله، مزدب و دوله، مخنس و دوله، مهنس و دوله، منفس و الممالک، مسلط و الممالک، مربع و الممالک، محلق و المسائل، مؤلف و الممالک، ملقلق و الممالک، مخبت و دوله، مخنس. نایب الامالی، نایب الوزاری، نایب النظاری، نایب الوزاری، سردی.
دیگر وقت خواب است. انشالله فردا صبح به زیارت شاهزاده عبدالعظیم می روید. تصور می فرمایید فردا رفتن لازم باشد با این همه کار؟ اگر قسمت باشد بله. دیروز بود این را به فال بد می گرفتیم، اما پسر جان هرچه بد شگون و هرکه بد نفوس باشد حنایش پیش بخت ما رنگ ندارد. اولین مرحمت ما شامل حال منجم باشی خواهد شد. به شگون این روز فرخنده برایش خلعت بفرست، شال ترمه، پول طلا، مستمری دیوانی. روز روز ماست، فصل فصل ماست، سال سال ماست. یک شاطر روانه کن زودتر برود. برو پیکارت، منتظر من نگذار. امروز قصد زیارت هست، خودت را آماده کن برای زیارت. بالا مالی جاج. خدا نگه دارد، دست حق به همراه باشد. برو به سلامت، خدا حفظت کند. منجم باشی خاص سلطان به پاس یک پیشگویی بزرگ
قبای خلعتی سلطان را پوشیدم و هم نامه محبت آمیز سلطان به دستم رسید. سلطان مرقوم فرمودند قرن گذشت، ولی من که 50 سال پیش این پیشگویی را کرده ام میگویم تقدیر بازی خودش را کرده. سلطان یک روز اشتباه کرده، قرن دیروز نبود، امروز است. گونی که قزاق باشی با تمام سواره قزاق به تاخ رفتند حضرت عبدالعظیم و هم حاجی علی قلی خان بختیاری با تمام سوارهای بختیاری، همینطور میرزا ابو تراب خان نظم الدوله که در التزام رکاب ملوکانه بودند شخصا مشغول تحقیق هستند.
تصور نمی کنم شایعه تیراندازی به یکی از شاهزادگان یا حسین قلی خان حاکم حضرت عبدالعظیم صحت داشته باشد. مسئله عمده تر از این حرفاست. در نهایت تأسف باید بگویم ظن من این است که تیراندازی به جانب شخص مهمتری شده. فعلا موضوع مسکوت بماند بهتر است. چی شده؟ آقایان چی شده؟ نمیدانم به چه صورتی عرض کنم. حقیقت را بگویید میرزا حسن خانم. گویا این تیر را به قبله عالم انداخته باشند و به پای مبارک خورده، ولی الحمدلله هیچ عیبی نکرده. چه میگویید میرزا حسن خانم؟ آنم گفتن الان یک نفر بفرستید شاهزاده عبدالعظیم خودش قبله عالم را ببیند و خبر سلامتی بیاورد. ای آقا، دروازه حضرت عبدالعظیم را به حکم حضرت صدر اعظم بستند، هیچ کس را نمیگذارند برود یا بیاید. بله آه. یعنی میفرمایید ما همینطور دست روی دست بگذاریم؟ آقا برید کنار، متفرق شید، برید کنار، برید پی کارتون، برو آخب، برو کنار، خرد نباشید. تیری که به جانب قبله عالم رها شد کارگر نشد. قبله عالم الحمدلله عیبی نکردند، فقط به واسطه صدمه جزئی که به پایشان خورده قدری ضعف و بیماری دارند. امروز نمیتوانند بنشینند. فردا سلام عام خبر کردند که چشم همه مردم به زیارت جمالشان روشن. دهید دستهایش را باز کنند. زنده ماندنش خیلی فایده دارد و مردنش خیلی ضرر. در این مستراح نمور تلف می شود. اجازه بدهید یک چیزی تنش کنم. Yeah, I'm going to go.
قلیان میل دارید؟ خیر. حکم منع تحریم دخانیات مدت هاست که داده شده، یا شما از آن بی خبرید یا به دوستان قسم خوردتان وفادار. از شما سوالاتی باید بشود. من میل دارم استنتاق نباشد، یک گفتگوی دوستانه باشد، اگر مرا دوست خود می دانید. این کاملا بستگی داره به شما. پس دوستانه میپرسیم، دوستانه جواب میدهیم، برای روشن شدن حقیقت. اسم و اسم پدر. من میرزا رضا، پسر ملا حسین اقطایی، معروف به ملا حسین پدر هستم. از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب 1313. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال 1313. در راه کجاها توقف کردید؟ در بارفروش، در کاروانسرای های سید حسین، 41 روز به واسطه بند بودن راه. از استانبول که حرکت کردید چند نفر بودید؟ چه کسانی همراه شما بودن؟ من بودم و شیخ ابوالقاسم. شیخ ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد، اهل کرمونه، سن 18، شغلش خیاطی. این شیخ ابوالقاسم که میگویید با شما به چه خیال حرکت کرد؟ برای اینکه بره کرمون. حالا دیگر نمیدانم اونجا هست یا نه. اینجا بعضی اطلاعات رسیده که در موقع حرکت غیر از شیخ ابوالقاسم شما همسفر دیگری هم داشتید. به علاوه بعضی دستورالعمل ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شده بود. تفصیل آن چه چیز است؟ بهتر از تمام جزئیات را بگویید، چون محکمه حاشیه روی را میپسندد به جهت راهیابی به متن ماجرا. غیر از شیخ ابوالقاسم کسی با من نبوده. شاهد بر این مطلب غلام رضا آدم کاشف و سلطنه است. غلام رضا قبل از آمدن ما 20 روز جلوتر حرکت کرده بود. ما در قهوه خانه‌ای که در باتومه و جمعی ایرانی اونجا هستن غلام رضا را دیدیم. چند روز بعد غلام رضا منزل انتظام و دوره رفت و 3-4 روز بعد آمد. در حالتی که لباس سفرش را پوشیده بود با من خداحافظی کرده روانه تهران شد. و ما به بارفروش آمدیم. در کاروانسرای حاج سید حسین منزل کردیم. به واسطه بند بودن راه که گفتم. دستورالعملی که میگویید از آنجا داشتید نگفتید در باب چه بود؟ دستورالعمل مخصوصی نداشتم، الایی که سید میگفت اینا ظالم هستن، از این قبیل حرفا. پس شما از کجا به خیال قتل سلطان شهید افتادید؟ از مصیبتهایی که در خانه کامران میرزا به سرم آمد. 4 سال در کند و زنجیر بودم. کسی که با شما غرض و عداوت شخصی نداشت. پس معلوم است که در همان وقتم در شما بعضی فتنه و فساد دیده بودند. گرچه بیماری هر جمع طلبی سید مصریست، اما شما ذاتاً آمادگی این مرض را داشتی. خیر، الحالم حاضرم بعد از این مدت اگه کامران میرزا حاضر بشه آدم بیقرازی تحقیق کنه. میگویند جناب کامران میرزا در همان موقع به واسطه نوشتن کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد شما را گرفته است. پس بفرمایید تحقیق کنید. در صورتی که شما اقرار میکنین تمام این صدمات به واسطه کامران میرزا به سر شما آمده، سلطان شهید چه تقصیر داشت؟ شما بایستی تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلاء شما شده بودند. علت عناد کامران میرزا با شما چه بود؟ باید قدری به عقب برگردیم. بعد از اینکه املاک پدرین رو حاکم وقت به زور گرفت،
من از کرمون به یزد رفتم. مدتی طلبه بودم و تحصیل می کردم. بعد به تهران آمدم. پس از چندی به شغل دست فروشی مشغول شدم. 5-6 سال قبل از او گرفتاری اول. کامران میزا قریب به 1100 تومان شال و خز از من خرید. مدت ها از برای پولش دوندگی کردم. افاقه نکرد. آخر رفتم بنای فحاشی گذاشتم. 300 تومان از پولم را کم کردم. الباقی را گرفتم. نوکرای کامران میرزا با مشت و پس گردنی از خانه بیرونم انداختم. چرا بار دوم سراغ اونها رفتید؟ منو خواستن تا از من اسنادی بگیرن. شما که آدم عاقلی هستید و میدانستید نباید همچون سندی داد، چرا دادید؟ و اونها به چه عنوان از شما سند گرفتند و چه گفتند؟ منو اقفال کردن که کامران میرزا میخواد از تو دلجویی کنه و چون تو در میان مردمی و از مردمی بهتر درد اونها رو میدانی. گفتن کامران میرزا میخواد به درد مردم برسه، حرفای اونها رو به گوش سلطان برسانه و برای این مهم تو رو برگزیدن. بگو هرچه تو از درد مردم بگویی، یقین بدان که باری از دوش این ملت برداشتی. در میان تمام طبقات مردم حرفم هم است، بلوا و شورش خواهند کرد. مسئله تنباکو رو قبل از وقت علاج کنید. تو دلسوز سلطانی، تو پسر سلطانی، کشتی دولت به سنگ خواهد خورد. زیر بنای این عمارت قدیمی سوز شده، دیواراش شکم داده و سقف آن در حال فرو ریختنه. این سقف به سر تو هم پایین خواهد اومد. همین مطالب را بنویس، ما نشان میدهیم و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود، پیدا کردیم. آن وقت در صدد اصلاح برمیآیند. وقتی درد مردم را فهمیدن، آن وقت به فکر درمان میافتند و چاره میکنند. بالاخره باید یک نفر حقایق را به ایشان بگوید. به جان قبله عالم قسم میخورم که در این کاغذ برای تو هیچ خطری نیست، بلکه بر دولت واجب است که در حق تو مواجب برقرار کند. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. من همینجا نامه را می‌نویسم. خیال شورش دارید؟ میخواید مردم رو بر علیه حکومت تحریک کنید؟ مجلستان کجاست؟ رفقایت چه کسانی هستن؟ کجا دور هم جمع میشوید؟ چه مجلسی؟ چه رفیقی؟ من با همه ای مردم راه دارم. او چه گفتم از همه ی دهنها شنیدم. حالا کدام مسلمونی رو گیر بدم؟ مغارش بیارید. برو کن نه مسلمون. یونشن بگو مسلمون، یاله بگو، بگو جونشن، حواس بزن. چاقو مقراض رو که از شدت خوشحالی فراموش کرده بودن رو قلمدان بذارن، در میان اتاق همونجا روبروی من بود. نگاه به چاقو کردم. کامران میزا ملتفت شد، مقراض را گذاشت روی میز. من چون مقراض رو روی میز دیدم، به قصد ای که خود را به مقراض برسانم گفتم داغ درفش لازم نیست، شما بفرمایید بشینید تا تفسیر را براتون عرض کنم. باشد، اگر دوستان دارید به زور حرف بزنید دوستانه رفتار میکنیم. خودم را به مقراض رساندم. شکم خود را پاره کردم، خون سرازیر شد. ما بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از اون مضطرب شدم، زخمم را به خیه زدن. بعد از اون مجلس 4 سال و نیم من بیچاره و بیگناه رو که به خیال خودم میخواستم خدمتی به مردم کرده باشم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قصفین به انبار، در زیر زنجیر مبتلا بودم. در این 2 سال و نیم آخر 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی دوباره به زندان دیگری رفتم.
و در همین زندان ها بود که با خیلی آدم های محترم آشنا شدید و با آن جماعت دزد و آدم کش در باب نجات نوع بشر حرف ها زدید. واقعا خدا خیرتان بدهد. ایالم طلاق گرفت. پسر 8 سالم به خانه شاگردی رفت. بچه یه شیرخوارم به سر راه افتاد. چه شد که به خیال قتل کامران میرزا نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید و گله‌ای را بیچوپان کردید؟ پیداست که جوابی برای گفتن ندارید. آخری گله های گوسفند شما مرتع لازم دارن که چرا کنن. شیرشون زیاد شه که هم به بچه های خود بدن هم شما بدوشین. نه ای که متصل تا شیر دارن بدوشین، شیر که ندارن گوشت تنشون رو ببرین. گوسفندهای شما همه رفتن، همه متفرق شدن. چرا باید یک آدم فقیر زن منحصر به فرد خودشو طلاق بده ولی خودشون ست تا زن بگیرن؟ نتیجه ظلم همینه که میبینی. این 5 تیر از کجا آوردی؟ او 10 تیر روسیه. ساکت. در بارفروش از شخص میوه فروشی که برای بادکوبه میوه هم میکرد به 3 تومان و 2 قرون به انضمام 5 فشنگ خریدم. آن وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافع خریدم، به خیال کامران میرزا. من شنیدم که گفته بودی در شب چراغانی شهر هنگام جشن سلطان شهید که سلطان به گردش میامده است این کار را میخواستی بکنی. خیر، من همچو اراده ای نداشتم و این حرف من نیست. پس آنطور که به اصطلاح بوده خودت بگو. پنجشنبه شب شنیدم که سلطان فردا به حضرت عبدالعظیم میان. روز جمعه نشستم در خانه، عریضه بلند بالایی نوشتم که به من امان بدهند در تهران پیش فرزندم بمانم، چون من طاقت نداشتم دور از شهر و دیار خود بمانم. در عریضه از صدر اعظم استدعا کرده بودم کاری کنه کامران میرزا دست از سر من برداره و بگذاره من در تهران بال سر پسرم باشم. اما وقت عریضه را نوشتم و در بازار منتظر ورود صدر اعظم شدم. بعد از چند ساعت که آنجا منتظر ماندم، یک بار از خیال دادن عریضه منصرف شدم. به خودم گفتم عریضه به حال من کارگر نیست. برگشتم خانه، تپانچه را برداشتم، آمدم از درب امامزاده حمزه، رفتم تو حرم تا ای که سلطان وارد شد. آمد حرم، زیارتنامه‌ای مختصری خوانده، خواست نماز بخواند که منصرف شد. اول می رویم زیارت امامزاده حمزه، نماز قضا نمی شود. به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید، تپانچه را آتش زدم. سلطان شهید به طرف شما مستقبل می آمد و شما را می دید یا خیر؟ بله. در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ حسن مثل آن سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید یا خیر؟ نه والا، من بهش سلام کردم، اما شیخ حسن آشناییم نداد. سایر اهالی حضرت عبدالعظیم هم نه اظهار آشنایی می کردن نه با من حرفی زدن. شیخ حسن اینجاست. این شخص را میشناسی؟ شما چطور؟ بله، این شخص شیخ حسن پسر دایی شیخ محمده. به ما گفتن 2-3 مجلس با شما صحبت کرده. بله راسته. آن روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود، کاهو و سرکه شیره خورده بودی، در ضمن صحبت شما چه گفته بودید که او این شعر را خوانده بود؟ شیخ حسن چه بود آن شعر؟ دنیا نیرزد به آن که پریشان کنی دل. خیلی قریبه که من به یه همچه آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که اون به مناسبت یک شعری هم خوانده باشه. بعد از خوردن سرکه شیره و کاهو که مراجعت کردید به شهر، شیخ حسن گفته 3 نفر به شما رسیدند، یک سید، یک طلبه و یک مکلا. با شما کنار کشیدند و به قدر 3 ربع ساعت با شما نجوا می کردند. آنها رفتند و شما به منزلتان رفتید. آن 3 نفر چه کسانی بودند؟ هر 3 مسافر بودند. از وضع راه پرسیدند و نشانی گرفتند. کجا رفتند؟ شما اطلاع دارید؟ شیخ حسن گفته نام شهری رو شنیده. نام آن شهر چه بود؟
همدان. به طرف همدان رفتم؟ بعضی چیزها را گوش حلالزاده نمیشنوه. خیر والله، من هیچ نمیدانم آنها به کدام سمت رفتن. همینقدر میدانم سر درا استخاره کردن که به کدام سمت برن. استخاره آنها به طرف کهریزک راه داد و رفتن. خادم بیاید تو. شنیدم شما در لحظه مرگ سلطان شهید حضور داشتید. این مرد را قبلنم دیده بودید؟ من این ملعون را بارها در حرم دیدم. چند بار هم به من سلام کرد، اما چون آدم بدنامی بود من به او ابدا اعتنایی نکردم. هرچه در آن روز شوم دیدید جهت اطلاع ما بیان کنید. حقیر خادم مقبره خانم فروغ السلطنه هستم. آن روز که سلطان شهید رحمت الله علیه به زیارت آمدند امر به غروب نبود. با این حال من درب مقبره را از داخل قفل کرده مشغول روشن کردن لاله ها بودم. چون می دانستم قبله عالم هر بار به زیارت می آمدند برای خواندن فاتحه به مقبره خانم می آمدند، من قصد داشتم قبل از آمدن قبله عالم آرامگاه کاملا پاکیزه و لاله ها روشن باشد که ناگهان صدای تیری به گوشم خورد. حقیقتش این است که بر جای خودم خشک شدم. درها رو ببندید. هیچ کس نباید این موضوع را بداند. شهر شلوغ می شود، مردم همدیگر را می خورند. هیچ کس را راه ندهید. شما بروید بگویید تیر به پای قبله عالم خورده و ضرب کردند. خودشان با زبان مبارک به بنده فرمودند باز کن، من هستم. در این مدت که در حضرت عبدالعظیم منزل کردید به شهر نیامدید؟ چرا؟ یک مرتبه مستقیما به منزل حاشیه خادی رفتم. شب هم اونجا بودم. از من پذیرایی کردن. یک تومانم خرجی از ایشان گرفته، همانطور که مخفی به شهر آمده بودم مجدداً به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگر به شهر نیامدید؟ و با کسی ملاقات نکردید؟ خیر، ابداً به شهر نیامدم. پس پسرت را کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم پسرم را آوردن حضرت عبدالعظیم. چند روزی او رو نگاه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی است مطلقه است پسرم را آورد. شما از کجا در تمام این شهر حاشیه خادی را انتخاب کردید و به منزل او رفتید؟ در خانه حاشیه خادی به روی همه بازه. از کجا برای ایشان مکتوبی نداشتید؟ مگر پستخانه و وسایل دیگر قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم برای کسی مکتوب برسه؟ وانگهی مگر مردم خودشان خبر ندارند آقا؟ آن روزی که آقای امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بودند و تو رفتی و دست ایشان را بوسیدی، چه گفتی به ایشان و ایشان به تو چه گفتند؟ رفتم داخل حرم. آقای امام جمعه آمده بودند زیارت. به من اظهار لطف و مهربانی کردند. ایشان گفتند کی آمدی؟ آمدی چه بکنی؟ آمدم بلکه یه طوری امنیت پیدا کنم، بروم شهر پیش پسرم، خدمت صدر اعظم وساطت کنید کار مرا اصلاح کنه تا از شر کامران میرزا آسوده بشم. شهر آمدن ندارد. این روزها شهر به واسطه نان و گوشت به هم خواهد خورد و بلوایی خواهد شد. اینجا بمانی بیشتر در امانی. در استانبول سید به تو چه میگفت؟ سید از من محرمتر نداشت. سید وقتی که به نطق میافتاد اتصالاً میگفت، مگر میشد همه را حفظ کرد؟ بگذارید، در صورتی که شما در استانبول به آن احترام که میگویید بودید، دیگر به ایران آمدید چه کنید که اینقدر به این در آن در بزنید، التماس کنید که برای خودتان امنیت حاصل کنید؟ حقیقتاً حرف غریبی میزنید آقا. درسته که در انظار هیچ کس بعد از سید به احترام من نبود، اما اگر جای خود سیدم بودم باز آنجا نمی ماندم، چون شهر و دیارم اینجا بود.
وطنم اینجا بود، پسرم اینجا بود. پسرت؟ بیاریدش دنبال من. موضوعی که خواسته بودم تحقیق کنید چه کردید؟ توانستید شخصی را که میرزا رضا به وسیله او در آن بالاخانه منزل کرده بود پیدا کنید؟ حضرت اجل مسبوقم که بنده هشت و نشت زیادی با فراش‌های سهم ندارم، اما حسب الامر در این چند روزه با آنها محشور شدم. خب بالاخره معلوم نشد کی به این مرتی که تو صحنه حضرت عبدالعظیم جا داده؟ در باب واگذاری آن بالاخانه به میرزا رضا از تمام فراش‌های حضرت تحقیق کردم، منکر شدم. فراش باشی هم در آن اوقات واقعا به علت کسالت خانه نشین بوده است. علی ای حال ظن من در این میان تنها به مشهدی ابوالقاسم است که اختیار فراش‌ها در نبودن فراش باشی به دست ایشان است، که ایشان هم قسم قرآن خوردن که به میرزا رضا جا ندادند. پس آخه کار کدوم پدر سوخته است؟ نه ترس پسر، با تو کاری ندارم. یه چند تا سوال ازت دارم که اگر پسر خوبی باشی و راستشو بگی، همین الان با مادرت میفرستمت بری خونه. اما اگه دروغ بگی میدم تو مبال حبست کنن. دلت میخواد؟ نه آقا، نه به خدا. اسمت چیه؟ تغییر. اسم پدرت؟ میرزا رضا. چند وقت بابات از استانبول برگشته؟ ننم گفت بابات پیش از این از سفر میاد. تو کی رفتی پیش بابات؟ بعد از 13. کی بهت گفت بری پیش بابات؟ ها؟ کی گفت؟ یکی اومد پشت در حیات. خب به ننم گفت تغییر ببری پیش باباش، باباشو ببینه. من اونو ندیدم. صداشو که شنیدی؟ مرد بود؟ پیره مرد بود؟ جوون بود تخمه جن؟ اون یارو برده پیش بابات؟ نه آقا، اون یارو فقط اومد بگونه بابامو داده ره. نرم کن پاشو تقیی، بابات برگشته. بعد با هم رفتیم شاب دلازیم. از کجا میدونستیم بابا تو حضرت عبدالعظیمه؟ نرم کن باز بریم شاب دلازیم. نکنه اون یارو هم همراتون بود؟ با اون رفتی پیش بابات؟ نه به خدا، هیچ که بابا نبود، فقط من و ننم بودیم. مادرت باهات اونجا موند؟ اومد منو گذاشت پیش بابا، خودش برگشت رفت خونه. چند شب پیش بابات موندی؟ یه هفته. تو این یه هفته کیا می اومدن اونجا؟ دو تا داداش بودن، یکیشون پیر بود یکیشون جوون. به جوونه میگفتن نایب غلام حسین. نایب غلام حسین بیشتر می اومد. بابا تو نایب غلام حسین تو اون بالاخونه چیکار میکردن؟ قلیون میکشیدن و یه ریش حرف میزدن. هیچ وقت ندیدی نایب غلام حسین به بابات پولی چیزی بده؟ نه آقا. اونا چه حرفایی میزدن؟ خیلی حرفا میزدن آقا، اما به خدا من از حرفاشو سر در نمی آوردم. اینقدر حرف میزدن که من حوصله سر میرم، میرفتم تو حیاط. هیچ حرفی از سفر خودش به استانبول نمیزد؟ من چه میدونم. خب حالا خوب حواستو جمع کن. از سید جمال الدین حرفی نمیزد؟ چرا؟ خب چی میگفت؟ هر وقت حرفون میشد به من میگفت برو آب قلیون عوض کن، برو تو حیاط یه هوایی بکن. خلاصه منو میفرزد به این اقدزی ها. منم چیزگمونم و همین رجده میرفتن سراغ گنجشگاه. خب پدرت هم خونه نایب غلام حسین میرفت؟ یه روز نایب غلام حسین اومد گفت میخواد ما رو ببره نهار خونه خودش. تو و بابات هم رفتیم. خب از خونه نایب غلام حسین هرچی یادته تعریف کن. جای شما خالی آقا، نهار مفضلی بود، یه دوری شیوید پلو بود، یه دوریان چلو خورشت نیمه و قرمه سبزی با ماست و ترشی و دوغ. تا هفتم اونجا بودی. موقع اومدن هم شیرینی آوردم و چای شیرین خوردی. اونجا از چی صحبت میکردن؟ من همش اون روز حواسم تو غذا و شیرینی ها بود. پس هیچ وقت بابات در این مدت از آقا سید جمال الدین صحبت نمیکرد؟ چرا وقتی تنها بودی؟ خب بگو ببینم چی میگفت. همیشه حرف آقا رو میزد. از این آقا چی میگفت؟ میگفت آقا خیلی بزرگه، آقا خیلی آقا. میگفت وقتی بزرگ شدی اگه عمری بود میبرم دستوس آقا. همین؟ آره.
آره آقا. تو با کی برگشتی شهر؟ با مادرم. پدر سگ، تو چی گفتی؟ تو خودم از گفتم آقا، مادرم اونجا نبود، تو تو آخر اومد آقا، من شبم اونجا مون، صبح هم برگشتیم رفتیم خونه. اونجا که بودی وقتی بابات میرفت شهر نمیگفت کجا ها میره؟ نه به خدا آقا. تو هم ازش نمیپرسیدی؟ کتکت میزد؟ نه آقا، خوشش نمیومد بی خودی با شرف بزنی، حواسش همش یه جای دیگه بود. دلت میخواست این مردی که بابات نبود؟ نمیدونم آقا، آقا من همش یه عبدتون رو دیدم. چه قرم دنگ، پس اومدی چیکار؟ همونجا لای دست آقا میموندی. آخه به تو هم ناسلامتی میگن پدر؟ تو چه پدری در حق این بچه کردی؟ فقط بلد بودی بری زیر لحاف پسش بندازی ولش کنی به امید خدا؟ حالا هم که داری از دار دنیا میری، اینم شد ارث و میراث که واسه این بچه گذاشتی؟ یه خروار قل و زنجیر عوض سن ناسه شیخ خرجی دادن، این چه بلایی بود که سر این یه جوجه زن و این یه الف بچه آوردی؟ چنه از بودنت خیلی ببینن نه از نبودنت. شوهرت کی از استانبول برگشت؟ تا وقتی پیغون پسخون فرستاد تغییر رو بیار من ببینمش، دلم تنگ شده، نمیدونستم کی برگشته. اون روز که اون یارو اومد عقب تغییر خبر شدم، بعدشم من دیدم ناسلامتی باباشه، خدا رو خوش نمیاد بچهش رو نبینه، خودم تغییر رو بردم پیشش. شب اونجا موندی؟ استغفرالله، من به این مرد حرومم آقا، کلی وقت منو طلاق داده. پس چطور وقتی رفتی تغییر رو بیاری شب اونجا موندی؟ دیر وقت بود، تغییرم پاشو کرده بود توی یه کفش که صبح میام، لاعلاج شدم، جخ پسرم همراهم بود. کجا خوابیدی؟ تو همون بالا خونه. یه طرف منو تغییر، یه طرفم بابای تغییر، خدا شاهد چشم به هم نزدم تا سفیده زد. هیچ حرفی این دو دفعه که تو رو دیدی نزد؟ حرفی که حرف باشه نه، الا اینکه گفت چی کار میکنی، از کجا میاری میخوری. مگر در این مدت برای شما خرجی نمیشد؟ در این قضیه کپاسی پای زن دیگری در میان بود. ای آقا، ای کاش اهل اینجور حرفا بود، من که منش نمی کردم. شکر خدا زن شوهریم نیستم. من نمیدونم شما بی خودی عقب چی می گردین. این مرد عاشق سید بود، نمیدونم چی بود، از وقتی سیدو بردن مثل دعایی شده بود، شب و روز نداشت. به صدیقه طاهره اگر غیر از این باشه، شما بدین پرسجو کنن، اگه من یک کلم حرف دروغ گفته باشم بدین سر منو بزنن. وقتی این نظر زن و بچت باشه وای به حال دیگران، پیداست مردم چه نظری دارن. والا چی بگم، ای داد بی داد. میخوای این نظر سیدو درباره خودت بدونی؟ شما سید چه میدانین؟ هرچی ندونم اینو خوب میدونم که الان داره به ریشتو میخنده. اگر سید به ریش من میخنده، حکمان ریش من خنده داره. افش مرد که پدر سوخته. آی میزن زید قد تمون که چرا به سلطان زدی تپون که؟ سمن شاید پونزه شد. خدا جزا تو میده ناموشن. این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابو تراب و رئیس قراولان اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضا به عمل آمده است. البته از عیال و اولادش هم پرسجو شده،
لیکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکنونات بروز خواهد داد. و اما در خصوص آن مهملات که مبنی بر خیرخواهی عامه بوده، ممکن است در میان مردم بعضی هم عقیده داشته باشد. اما در این خیال شومی که داشت، حتما هم دستی نداشته است. و اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد، این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. بسیار خوب، گزارش را امضا کنید. رسیده؟ گفتن ببریم ات زندان قراول خونه. بلند شو. این شب آخری مهمون اونایی، ایشالا صبح راحت میشه.